30 سال قبل در روز هفتم اسفند جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی دریاییش را اعدام کرد. 3 افسر عالی رتبه نظامی و 6 کادر حزب توده ایران هم همزمان با او اعدام شدند. ناخدا بهرام افضلی یکی از افسران تحصیل کرده و بسیار باکفایت بنیانگذار دانشکده افسری نیروی دریایی و طراح و فرمانده عملیات مرواری در اوایل جنگ ایران و عراق بود. این عملیات نیروی دریایی عراق را فلج کرد و ایران را بر آبهای خلیج فارس مسلط کرد. او را در اردیبهشت 1362 برای مشاوره نظامی به دفتر علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت فراخواندند، ولی او را زندانی کردند و چند ماه بعد مخفیانه و بدون داشتن وکیل مدافع با اتهام خیانت و جاسوسی محاکمه کردند. اطلاعات نامشخصی که درباره محاکمه او منتشر شده در کتاب خاطرات محمد ری شهری است که حاکم شهر و رئیس اون دادگاه بوده. اونچه از کتاب ری شهری برمی‌آید او اتهاماتش را رد کرده. چرا جمهوری اسلامی ایران ناخدا افضلی که میهن دوستی و از جان گذشتگیش در جریان جنگ ایران عراق به اونها ثابت شده بود را کشتند؟ حمید احمدی، افسر سابق نیرو دریایی ایران، دوست و همکار ناخدا افضلی از برلن با ماست. آقای احمدی خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر میکنم. آقای احمدی، شما در این دوران مشاور نظامی رئیس جمهور اون زمان هم بودید و طبیعتاً با ناخدا افضلی در دیدارهای رسمی با مقامات جمهوری اسلامی هم شرکت داشتید. نظر مقاماتون موقع نسبت به ناخدا افضلی چی بود؟ موقعی که ناخدا افضلی انتخاب میشه به عنوان فرمانده نیروی دریایی در خرداد 1359، در واقع این انتخابی است که رئیس جمهور در ارتباط با معرفی که بنده به عنوان مشاور رئیس جمهور وقت معرفی میکنم، بدون اینکه بدانم ناخدا افضلی رابطه فرهنگی به اصطلاح دانش سیاسیش در رابطه با تشکیلاتی یا در رابطه با حزب توده است و همچنین ناخدا مدنی نژاد رو معرفی میکنم و در جلساتی که نشست پیدا میکنیم با آقای بنی صدر صحبت‌های متعددی انجام میشه. هنوز جنگ شروع نشده، 3 ماه قبل از جنگ است. ایشون ارزیابی رو ارائه میدن در صورت احتمال وقوع جنگ نیروی دریایی چه نقشی میتواند ایفا بکند و به همین صحبت‌ها بعد میبینیم که نیروی دریایی تنها نیرویی است بین نیروی زمینی و هوایی. 5 روز قبل از حمله عراق به ارتش عراق به ایران، ناوهای خودش رو از اسکله ها خارج میکنه و به دریا میبره. به همین دلیل حملات هوایی ارتش عراق قادر نمیشن که کشتی‌های ایران رو در این حملات هواییشون صدمه بزنند. بنابراین قضاوت مثبت نسبت به افضلی وجود داره. به همین دلیل برجستگی افضلی در رابطه با 3 جریان میتونیم صحبت کنیم. نخست جنگ تکاوران هست که فرماندهیش با نیروی دریایی ایران است. در دوره مقاومت میهنی در خرمشهر در برابر ارتش عراق که 37 روز مقاومت میکنند، در واقع در برابر 2 لشکر، این منجر به این میشه که 1 لشکری که به عنوان ذخیره میبایستی به طرف اندیمشک و خوزستان حرکت کنه متوقف میمونه. این دوره اوله. و دوره دوم میدونیم که در جنگ ها نبردهایی وجود داره که نبردهای تعیین کننده است. به عنوان مثال نبرد استالینگراد در عرصه جنگ جهانی دوم سرنوشت جنگ رو تغییر میده به زیان ارتش نازی. در جنگ ایران عراق 77 روز بعد از شروع جنگ، نیروی دریایی ایران به فرماندهی ناخدا افضلی و فرماندهی عملیاتی ناخدا مدنی نژاد و فرماندهی در دریا با ناخدا همتی موفق میشن نیروی دریایی عراق رو، در واقع 11 فروند کشتیاشو، در بندر ام القصر از پا در بیارن و بدین ترتیب راه دریایی رو به عراق ببندن. بله. حالا آقای چرخش پیدا میکنه. بله. آقای احمدی، حالا این سابقه برای رهبران جمهوری اسلامی ایران روشن بود، یعنی اینها قاعدتا باعث دلالت بر میهن دوستی و از جان گذشتگی این شخص و درایتش در فرماندهی نیروی دریایی بکنه، پس چرا اون رو به اون شکل یعنی مخفیانه محاکمه کردن و اعدامش کردن؟ این سیاست جمهوری اسلامی رو بایستی در رابطه با حزب توده ایران بررسی بکنیم. بعد از اینکه آزادسازی خرمشهر انجام میشه،
رهبری حزب توده تنها موردی است. قبل از آن سیاست مماشات تحت پوشش سیاست و انتقاد با جمهوری اسلامی داشت و این دیگه روشن شده و روشنم بود. اما تنها موردی که رهبری حزب توده در برابر جمهوری اسلامی موضع انتقادی صریح میگیره و در پرسش و پاسخهای آقای کیانوری بازتاب داره، ادامه جنگ بعد از خرمشهر هست و این هم آیت الله اردبیلی در یک نماز جمعه به طور صراحت این رویارویی خودشو نشون میده. خب وقتی که این دوران ادامه پیدا میکنه، یکی از مسائلی که در اون دوران مطرح است، به خاطر اینکه تقریبا تمام احزاب و سازمان سیاسی رو تا آن زمان سرکوب کرده بودند و تنها حزب توده ایران و سازمان فداییان اکثریت باقی مونده بودند، اینها بایستی حذف می شدند. بنابراین در این دوره جنگ نه سازمان فداییان نه حزب توده ایران بعد از آزادسازی خرمشهر همکاری خودشون رو پایان میدن و اینها اسناد و مدارکش مشخص هست. بسیار خوب. آقای روشن دلیلش رو شما خیلی روشن مطرح کردید. حالا چون فرصت ما خیلی کمه، آیا اسناد و مدارکی هیچ وقت ارائه شد مبنی بر اینکه ناخدا افضلی اطلاعاتی به حزب توده داده و حزب توده اونا رو به شوروی داده، اون اتهامی که بهش زدن؟ هرگز چنین چیزی نیست، به دلیل خیلی مشخص. تنها اتهامی که به ناخدا افضلی توسط مهدی پرتوی، من درباره مهدی پرتوی باید عکس مکس بکنم، مهدی پرتوی دو سال و نیم قبل از یورش به حزب توده و دستگیری افضلی و دیگران توسط جمهوری اسلامی در اواخر تیر ماه 59 بازداشت دستگیر شد. مهدی پرتوی عضو برجسته حزب توده بود. بله. بنابراین حدود 3 ماه و نیم در زندان بود. وقتی که برمیگرده، دبیر اول حزب توده نوری‌دین مجدداً او را در رأس سازمان نظامی قرار میده. من بعداً با مطالعاتی که کردم، من با مطالعات میدانی که با کسانی که در جریان بودند در زندان و غیره، میتوانم به طور مشخص نام آنها را ببرم، از جمله آقای جوانشیر دبیر دوم حزب توده در بعد از ظهر روز 6 اردیبهشت سال 1362 که قرار بود آن شب تعدادی از رهبری حزب توده رو از ایران طی طرحی خارج کنند، آقای پرتوی با 2 ساعت تأخیر به این جلسه میرسه و مورد انتقاد قرار میگیره. در این جلسه تمام مدارک و مسائلی رو که برای خارج کردن رهبری حزب توده بود رو میز بود و پرتوی میره پایین و با پاسداران میاد و بقیه رو دستگیر میکنه. این خاطرات خانوم جوان. بس بنابراین مدعی این جریان در دادگاه افضلی، یکیش مهدی پرتوی، اتهامش اینه که ناخدا افضلی محل کشتی غرق شده ای که موشک هارپون بود داد. نه. در حالی که ناخدا افضلی، من گواه میگیرم تمام افسران ارشد و افسرانی که به بایگانی مرکزی حزب توده ایران، یعنی مراکز اسناد به کلی سری و سری دسترسی داشتن، میدانند که ناخدا افضلی هر آن میتوانست این اسناد رو از بایگانی مرکزی کپی بگیرد، یادداشت بگیرد، در برابر درخواست پرتوی در اختیارش بگذارد و این کار رو نکرد. او رو حواله داد که برید در دریا بگیرید. بسیار خب آقای احمدی، خیلی متشکرم. البته این هم باید بگیم که در اون چیزی که از خاطرات آقای ریشهری برمیان، ناخدا افضلی تمام موارد اتهامیش و جاسوسی و خیانت رو قویا رد کرده بود در اون دادگاهش. ممنون. به همین دلیل گفت آنچه را که نوشتم و امضا کرده ام قبول دارم، نه سخنان پرتوی را. بسیار خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه. خواهش می‌کنم.